که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. به نام آفریدگار هستی، باز هم از راه برنامه بررسی عقاید در خدمت شما هستیم و چون آقای دکتر میرزا آغاسی نتانستند که اینجا باشند، من وکالتاً به نمایندگی آنها اینجا هستم که طبعاً جای آنها را هیچ کس گرفته نمیتونم و من همین گستاخی را هرگز نمیکنم، ولی برای رعایت از شرایط که خود را حکم فرما ساختن، میخوام که حضور خدمت شما در برابر سوالاتی که شما بینندگان محترم مطرح کردین جوابات را ارائه کنم. پس میپردازیم به اولین سوال که سوال است که ایجاب شرح فوق‌العاده زیاد را میکند و من کوشش میکنم که در چند لحظه ای که به حضور شما هستم از عهده آن بدر شده بتانم و چیزی را ارائه کنم که مورد قناعت شما واقع شود. سوال چنین است که میشود که سمبول های که در سرزمین های مختلف مفاهیم و عقاید مختلف را نشان می دهد، مثل مار و غیره، در اسلام و در ادیان سامی چی نقش را ایفا می کند؟ بازم چون دایره المعارف نیست که به شما جواب قناعت کننده بدهیم، ولی اگر دایره المعارف نیست، انشاءالله که اقلا دایره شست معارفش را میگذاریم به آینده. نمادهایی که در کتب آسمانی، منظور از آسمانی کتاب هاییست که در چارچوب اعتقادات مختلف مسائل ماورای طبیعت را مطرح میکنند، یا متافیزیکال، چون طبیعت را معمولا زمین میپنداریم، پس هر آن چیزی که در سطح ورای این زمین است از طبیعت بالا رفته ماورای طبیعت است یا فوق طبیعت، و ماورای زمین آسمان است، ماورای فیزیکال متافیزیکال است. پس کتب زمینی هم داریم که در رابطه با مسائل علمی روزمره ما سر و کار دارند در هر رشته، و کتاب های آسمانی هم داریم. اینجاست که مفهوم کتاب آسمانی را باید چنین دانست که با مطالبی که سر و کار دارد، کتاب آسمانی کتاب مسائل ماورای طبیعت ولی طبیعت زمین هستند. احتمالا هم به از روی همین دلیل و به همین استدلال گفتم میتونیم که کتاب به خاطر آسمانی است که اسطوره های آن با واقعیت های محیط زمین ما کاملا در توافق نیستند. مثلا اسطوره معراجی که در قرآن است که نه به منطق درست میاد و نه به عقل، ولی چیزی است که در سطح ورای عقل و در سطح ورای منطق قرار دارند. این به معنای این نیست که
هر آن چیزی که در سطح ورای عقلانیت انسان قرار میگیرد از نگاه اعتبار در سطح پایین است، بلکه این احتمال هم است که آنها در سطح بالاتر باشد، که این اشاره میکند به محدودیت شناخت و پرداخت انسان از پدیده های ماورای طبیعت. چون در سطح ماورای این طبیعت بسیاری از حتی این قوانینه که ما اینجا من حیث قوانین فرض مطلق قبول میکنیم آنجا قابل قبول نیست. مثلا قوه جاذبه، قوه جاذبه زمین است. در کهکشان ها قوه جاذبه زمین مطرح نیست، چون قوه های جاذبه دیگری موجودند که آنها به نحو دیگر کار می دهند. طبعا شباهت های در میان است، چون در اصل باز هم جاذبه جاذبه است، ولی یک امر علمی را که قوه جاذبه زمین بالای موجودیت ما در روی زمین تحمیل می کند و مطلق می پندارد، این مطلقیت آن نسبی است، چون در سطح ورای زمین این مطلقیت دیگر نیست. بنان کتب آسمانی داریم و برای همین هدف که توضیح کردم که بسیاری از این مطالب از نگاه عقلانی قابل قبول نیستند، بلکه در یک سطح فهم و دانش و اندیشیدن و معنی برداشتن و تعبیر ساختن، آنها از خود معانی دارند. سؤالی که مطرح است که به طور مثال مار چی است؟ مار اگر ما از نگاه اسطوره های قدیم میبینیم، حتی در اسطوره های یونانی خدایانی بودند که مار را به حیث عصا یا چوب دست از آن استفاده میکردند که به معنای تسلط بود. تسلط بر چی؟ بالای عقلانیت. این مثال از مثال حضرت موسی تفاوت نداره. چرا ساحران فرعون چیزی را که مورد سؤال قرار دادن این است که از در داستان ساحران که آنها سحر میکنند، سحر را ما چی میگوییم؟ یکی در سطح تسحیر است و یکی هم در سطح عجز است. ما مطالب داریم، مفاهیم داریم، داستانهای داریم که آن را ما در همین کتب آسمانی به نام معجزه میشناسیم. معجزه یعنی چی؟ معجزه یعنی در سطح اول خارق العاده. عاده به معنای آن چیزی که عادی است، یا از روی عادت، یا عادی است یعنی که فوق العاده نیست، یعنی چیز نسبتاً پیش پا افتاده است. و ما فرض کنیم اگر یک چیز در این سطح را میبینیم، به طور مثال یک چوکی یا کرسی یا صندلی که دارای چهار پای است، اصطلاح عادی ما قلن در این محیط انگلیسی زبان چنین خواهد بود که no big deal، یعنی عجز بار نمی آورد.
ولی آن چیزی که عجز بار بیاورد، یعنی عقل انسان از فهم آن عاجز می شود، آن چیز معجز است. آن چیزی که عقل انسان از فهم آن عاجز بیاید، آن معجزه است. بنان معجزه به نحو سحر است، ولی تفاوت در این جاست که در معجزه عاجز شدن عقل را به نحو میشناسانند یا میپذیرند یا قبول میکنند که بله چیزی است که قابل تعقل و تفهیم است، یعنی استدلال و منطق با آن امر می کند، ولی این کار که واقعی شد خلاف آن بود. بنان عصایی که در دست موسی است و آن عصا شکل مار را می گیرد، شما اگر در مجسمه هایی که در یونان است، که یکی دوتای از اینها از آنها را من دیدم زمانی که در یونان بودم، اگر کسی به شما اینها را توضیح نکنند که کی است، شما که با دیانت های توحیدی جنوب غرب آسیا یا ادیان سامی آشنایی دارید، اولین برداشتتان ممکن چنین باشد که این حضرت موسی است که عصایش به شکل مار در آمده، در حالی که آنجا موسی مطرح نیست، این الهه یونانی است که یکی از خدایان یونانی است که مار را عصا ساخته و آن را با خود میبرد. و اینجا مار نماد از چی است؟ از عقلانیت. پس همان دیدگاه موضعی که موسی با فرعون داشت در تفاوت عقلانیت و سحر، که عقلانیت موسی برتری گرفت و فضیلت گرفت و موفق شد که مارهای ساحران فرعون را ببلعد، که باز هم البته شکل نمادی است. پس اعتقاد از دیدگاه عقلانیت برتری دارد تا اینکه کسی به اصطلاح کورکورانه یک چیزی را بپذیرد، چرا در کورکورانه پذیرفتن چیزی برای مشکلی که ایجاد می شد این است که آن کس از عقل خود کار نمی گیرد. و عقل بزرگترین و بهترین تحفه است که حضرت خداوند به ما عطا فرمودند، و ما اگر شکرانه آن را ادا می کنیم باید از راه بکار بردن عقل ما باشد، که بسیاری ما متاسفانه این کار را نمی کنیم، چون در زندگی اکثر کارها را ما از روی عادت می کنیم، چی عادتهای خود را تعقیب کنیم چی عادتهای دیگران را. پس وقتی که سوال اینجا مطرح می شد، ما می توانیم از راه هم از راه اسطوره شناسی، هم از راه اشتقاق کلمات این مسئله را مطرح کنیم، که اینجاست که سوال مار در داستان بهشت هست. وقتی که در داستان بهشت ما میبینیم که حضرت آدم که نظر به برداشته که من دارم، آدم شامل مرد و زن بوده،
یعنی در اسلام هوا هوای نیست، تنها آدم است. پس این آدمی که ما میشناسیم در اصل، اصل آدمیت ماست، نه جنسیت ما. تفاوت است بین آدمیت و جنسیت. در جنسیت ما مذکر مؤنث داریم، ولی آدمیت ما با جنسیت ما در این داستان باغ بهشت کاری ندارد. اونجا آدم از هر دو جنس نمایندگی می کند، آنچنان که قرآن می فرماید که من شما را از یک نفس واحد ساختم. پس وقتی که نفس واحد باشد و ما از همان نفس واحد خلق شدیم، پس در نفس واحد همه چیزها باید شامل باشد، به شمول جنسیت های متفاوت ما. تنها در داستان های تورات و انجیل است که آدم و حوای مطرح است، نه در قرآن. پس برداشت ما یا فهم ما از آدم و حوا در سطح ثقافتی، در سطح فرهنگی، در واقع فرهنگ یهودی است که ما به خود اتخاذ کردیم. در بعض موارد ما مسلمان ها از یهودها یهودی تر هستیم، به خاطر این که از قرآن فاصله گرفتیم. ما اگر مسلمان قرآنی باشیم، باز هوای مطرح نیست، چرا آدم قرآن از نفس واحده ساخته شده. ولی چون شباهت های در طرز دید و اعتقادات ما موجود اند که بر روی اون اعتقادات و اون شباهت ها ما به اصطلاح همه را یک دستبندی می کنیم، دیدگاه های مسیحی را قبول می کنیم، دیدگاه های یهودی را قبول می کنیم، که من بالای آنها انتقاد ندارم، اعتراض ندارم. ما باید از هر دین و هر آیین اسطوره هایشان را بخونیم و بدانیم، چرا همه بیانگر واقعیت های مختلف است. پس این اعتراض نبود، ولی من به خاطر آن ذکر کردم که بر ما لازم است که بدانیم که چیزی را که میدانیم از کجا میدانیم و چگونه میدانیم، و اگر بخواهیم که آنها را تعریف کنیم یا توصیف کنیم یا بر آن مهر هویت بگذاریم، باز هم باید احتیاط کنیم که آن را طور معرفی کنیم که مستحق آن باشد. مثلا اگر ما داستان آدم و حوا را مطرح می کنیم، لازم است که بگوییم که آنچنان که در انجیل است یا در تورات است، ببخشید، آنچنان که در تورات است، داستان از این قرار است. وقتی که ما ذکر نمی کنیم این واقعیت را، ما به دیگران به نحوه می فهمانیم که گویا این دیدگاه و این طرز تفکر، طرز تفکر و دیدگاه قرآنی است، که نیست. پس برمی گردیم به سوالی که در حاشیه روی های جواب آن من خود را هم تا حد گم کردم. سوال سر مار بود. در داستان خلقت که ما از تورات گرفتیم و به نحو پرداز خورده در ثقافت اسلامی ما، چیزهای بران نفسودن، چیزهای از آن کم کردن،
آن حیوانی که توانست به شیطان اجازه بدهد که در داخل باغ بهشت بشود، آن چی بود؟ از داستان‌هایی که من شنیدم و نمیدانم که تا چه حد این عقل در این دنیای اسلامی عالم شمولیت دارد یا نداره، این که در دروازه بهشت یک مار بود و یک طاووس، که مار باید نمادی باشد از قوه عقلانی انسان و طاووس نمادی است از قوه نفسانی انسان. وقتی که شیطان از دروازه جنت از اینها می گذرد و می آید، باز هم بر حسب داستان تورات، به هوا می گوید که باید از آن میوه بخورد. اینجاست که ما اگر از این داستان چون همه میدانیم، فکر نمی کنم ضرورت به شرح زیادتری از آن باشد، ولی این است که چیزایی که مهم است این است که این مار یا شیطان که از بین مار گذشت و به باغ بهشت آمد، به هوا یا به آدم به چگونه قناعت میدهد؟ قناعت آن از راه عقلانیت است، چون به آنها میگویند که این بهترین میوه باغ بهشت است. پس خداوند که شما را گذاشت که از هر میوه بخورید، ولی از این میوه نخورید، به نحو محرومیت را بالای شما تحمیل کرده. و همین محرومیت است که ما در اصطلاح ضرب المثل انگلیسی که داریم، یا اصطلاح the forbidden fruit، یعنی مردم معمولا به چیزهای گرایش پیدا می کنند که از آنها محروم ساخته شده باشند. یعنی اگر با آدم و هوای گفته نمی شد که شما از این میوه نخورید، ممکن اونها هیچ متوجه نشده باشند، هیچ متوجه نمی شدند و ممکن هم می شدند. پس مسئله نبود. زمان این مسئله مطرح شد، این سوال مطرح شد که روی هیچ دلیل، بدون هیچ دلیل، آنها از خوردن میوه محروم ساخته شدند. ببینیم، امر قرآن خلاف عقل بود، که امید است که را غلط نفهمین، منظور من دیگر چیز است، اجازه بدین که مطلب را تمام کنم. امر قرآن خلاف عقل بود، به خاطر این که از یک طرف آدم و حوا را به باغ بهشت آورد، و باغ بهشت هم باغی بود، و بعدن در آن باغ که بهترین میوه بود گفتن از اینها نخورید. معقول به نظر نمیاد، نه؟ درست، این معقول نیست. پس معقولیت در چی بود؟ معقولیت در آنچه که شیطان گفت. چرا شیطان به هوا یا به هوا و آدم گفت که در این بهترین باغی که شما هستین، بهترین میوه آن همین میوه است که شما باید بخورید، که کاملا منطقی است. و همین منطقی بودن آن چی را نشان می‌دهد؟ خصلت مار را. چون مار عقل بود، شیطان از راه عقل عبور کرد. این که لفظا اگر فکر کنیم که شیطان در وجود مار در آمد و از اون یک طرفش به از طرف دیگش بر آمد، یک مطلب بی مفهوم است.
ولی مطلب اصلی این است که مار از ببخشید شیطان از راه مار، و اگر مار عقل باشد پس شیطان از راه عقلانیت، از راه منطق، از راه استدلال مسئله را با حوا و آدم مطرح کرد، که سوال را که شیطان مطرح میکنه کاملا منطقی است و اونها از میوه خوردن و داستان دیگیش همه ما میدانیم. پس در اینجا مفهوم اصلی که این کتب آسمانی برای ما افاده میکنن چی هست؟ این است که ما در بسیاری موارد وقتی که شیطنت اندرون ما فعال میشه که همه ما داریم، ما یک کم بیشتر از دیگران، این شیطنت اندرونی ما در ما چی خلق میکند؟ وسواس، وسوسه، بازم به امر قرآن است. شیطان دارای هویت نیست، شیطان شخصیت ندارد، شیطان وسوسه است که اندرون ما خلق میشه. و ما چون ما انسان ها چون حیوانات عقلانی هستیم، البته مسئله اشرف مخلوقاتش را یک طرف میگذاریم، ما چون عقلانی هستیم برای فهمیدن مطالب از راه استدلال و منطق به آسانی قناعت میکنیم، به آسانی آن را میپذیریم و به آسانی به آن عمل میکنیم. پس آدم و حوا یا حوا از عقل استفاده کرد، عقل که مار بود، از وسوسه استفاده کرد و وسوسه شیطان بود. پس وسوسه عقلانی باعث شد که حوا را وادارد به این که از آن میوه بخورد، و اگر این عقلانی نمی بود پس حوا قبول نمی کرد. ولی اینجا هم می بینیم که چرا امر خدا خلاف عقل بود، که اینها را به باغ آوردن و بعدن گفتن که از میوه نخورین. اگر در بین دشت می بود سواله، ولی در وقت در بین باغ، یعنی شما را بر روی یک سفره دعوت می کنن، غذا را پیش رویتان می گذارن، غذا لذیذ است و عطر غذا به مشامتان می رسد و به چشمتان هم می بینین، گرسنه هم هستین، ولی در همین لحظه برای شما می گویند که نخورین. منطقی نیست، نه؟ به خاطر این که اعتقاد بالای خداوند عقلانی نیست کاملا. به خاطر عقلانی نیست که اعتقاد در یک سطح، در سطح بسیار ژرف و عمیق، مسئله باور است. و باور حتمی نیست که همیشه بارور باشد از راه عقلانیت، بلکه می تواند که از راه عشق و محبت باشد. پس ما که در عرفان اسلامی، عرفان بگویم اسلامی بودنش مترادف است، ما که در عرفان از عشق خداوند صحبت می کنیم، اینجاست که مهمترین انگیزه برای عبادت خداوند باید از روی عشق باشد، نه از روی عقل و منطق. که البته خودش داستان جداست، اگر فرصت بود به آن بر می گردیم. بیایید که از نگاه
اشتقاق کلمه به این مراجعه کنیم. ما در زبان عربی و تا حدی هم در ثقافت و فرهنگ عربی، اگر شما یک عرب را میبینین که یک امامه پوشیده، نحوه حجاب که بالای سر خود میگذارند، به دور آن چی میپوشند؟ آن چیزی که ما معمولا چلتار میگیم، ولی آن چلتار نیست، آن اقاله است. اقاله همان دوتار است که عرب بالای سر خود میگذارند. پس شما یک سر یک انسان را مجسم بسازین که در درون آن عقل است، در بیرون آن اقاله. میبینین؟ در جایی که عقل است، یعنی مغز انسان است، یا اقلا ما فکر میکنم که قوای عقلانی ما در مغز ماست، در درون عقل است و در بیرون اقاله. اقاله را اگر ببینین در واقع یک گره است، یعنی یک رشته دراز است که گره خورده، و در عربی امین گره خوردن را اقاله میگن. برای چی؟ برای این که در یک مسئله و موضوعی که ما بخواهیم بفهمیم، تنها زمانی میفهمیم که ما در آن علت و معلول را با هم مرتبط بسازیم. ارتباط دادن علت و معلول، cause and effect، اینجاست که اساس عقلانیت آغاز می شود. امین با هم بستن علت و معلول همان گره است که هم اقاله است، اقاله که بالای سر خود میگذارند، هم عقلانیت اندرونی ماست که ما بین دو چیز علت و معلول پیدا کنیم. برای این که در غیاب علت و معلول یا یکی را نمی فهمیم، یا آن دیگر را نمی فهمیم، یا هم احتمالاً هیچ کدام آنها را نمی فهمیم. و برای آن که بفهمیم باید اینها را با هم بسته کنیم. اگر بیرون در باغ زمین تر باشد، با چگونه استدلال کنیم که آسمان هم ابری باشد که حتما باران بوده؟ و باران از کجا آمده؟ از ابر و غیره و غیره. پس در این تسلسل تا زمانی که شما ارتباط بسته میتونین بین هر دو پدیده، ابر باران، از باران زمین تر، فرض کنیم از زمین تر رویدن گیاه و گل و علف و نبات و اینها همه دو اصل علت و معلول را با هم بسته می کنند. اقاله می زنند، گره می زنند. همین استدلال است. اصطلاحی که از یونانی آمده، سیلوجیسم است. سیلوجیسم یا استدلال منطقی، گره دادن دو چیز با هم است. پس در باغ بهشت چی واقع شد؟ دو چیز را با هم گره زدن. کی؟ هوا. کدام دو چیز را؟ یکی بودن در باغ بهشت، دومی که در باغ بهشت موجودیت بهترین میوه، و حتما اینها هم گرسنه بودن، اگر آن در همان وقت ممکن بعدن، وقتی که هم گرسنه باشن و هم میوه پیش رویتان باشه، هم در باغ باشین، اینها را که با هم گره میدهیم،
امان گری عقلانیت است. ممکن سوال به ذهنتان خلق شود که این را به اون چی بیان که دو چیز دیگر را باز با هم گره بدهیم. شما اقاله را که یک عرب بالای سر خود میگذارد به چی شباهت دارد؟ طبعا به مار. همان مار ممکن یا هم ممکن نه، ولی میبینیم باز هم در سطح نماد و سمبولیک اینها هم با همه با هم بستگی دارند. مار عقل است، مار به شکل اقاله است. اقاله از کلمه عقل گرفته شده. عقل در درون است، اقاله در بیرون. و ما از چی استفاده میکنیم؟ از هر دوی اونها برای گره دادن وقایع و غیره و غیره. از این نگاه ما میبینیم که این دیدگاهی که ما داریم در سطح عرفانی ما بین نماد مار، تنها بالای مار امروز ما صحبت کردیم، هم بستگی دارد با اسطوره های یونان که خدایان آنها مار داشتند، هم به خدایان مصری ارتباط دارد. در اسطوره های مصر هم مار نماد و سمبول زایش هست، زایش به معنای خلقت. و این مار با کی سر و کار دارد؟ مار با آن سر و کار دارد که می زاید، آدم یا هوا؟ طبعا هوا، چون هوا مادر زایای همه ماست. همین زایایی هواست با همین مار زایای خلاق که احتمالا هم از اسطوره های مصری ممکن به این اسطوره های سامی روی آورده باشد. پس زایایی مار در چی است؟ خب صرف نظر از شباهت هایی که ممکن تصورات بعضی شما را به یک جاهای دیگری ببرد که منظور من از آن نیست، مار در عرفان یک ارزش دیگر دارد. مار حیوان است که پوست خود را بیرون میگذارد، از پوست خود می براید. بیان که یک ضرب المثل انگلیسی را هم اینجا اضافه کنیم. در انگلیسی میگویند که یک کسی که روحن در بین شخصیت و هویت خود خود را خوبتر نشناساند یا نشناسد و احساس آرامش نکند در درون خود، میگویند he doesn't fit in his own skin or he doesn't feel comfortable in his own skin. یعنی در اینجا skin نقاب است. همه ما نقاب می پوشیم برای اینکه بهترین صورت خود را به دیگران معرفی کنیم. این منه که اینجا نشستم و با شما این صحبت های فیلسوفانه و عالمانه و اینها می کنم، این به نحو نقاب من است. من اصلی که در درون من است، حتی منیت خود من هم از آن خجل است، فوق‌العاده زیاد. پس با این نقاب چی کنیم؟ اینجاست که ما که از صفا استفاده می کنیم، پاکی، تزکیه نفس، یکی از راه های آن این است که این نقاب هایی که برای استهلاک عامه در روی چهره خود می گذاریم، اینها را اوسو بندازیم یک طرف، چهره اصلی خود را بی نقاب
نمایان کنیم، که اکثر ما این شجاعت را نداریم. کار گفتنش آسان است، ولی کار آسان نیست. ما این نقاب را از این نقاب نه که نقاب هایی که بر روی خود داریم از خود به او سو به او طرف نمی اندازیم، ولی مار همین کار را می کند. مار پوست خود را یک طرف می کند، از پوست خود می براید. سر مثال انگلیسی به خاطر تان است، مطمئن استم. She doesn't feel comfortable in her own skin, so she gets out of her skin. Who's she? That's Eve in the Garden of Eden. پس مار این توانمندی را دارد که به ما بفهماند که در به آن شکل که هستیم، در آن شکل که در هستیم، در آن جسم که هستیم، توان از این را داشته باشیم که از آن بیرون براییم، خود را پاک بسازیم، خود را تزکیه بسازیم. کلمه تزکیه با چی ارتباط دارد؟ با زکات. زکات یعنی چی؟ پاکی. پاکی از چی؟ از تمول و دارایی. برای چی؟ برای این که تمول و ثروت و دارایی برای ما اکثرا نقاب می شود. ما که تظاهر می کنیم و خود را از دیگران برتر می دانیم، به خاطر چی؟ به خاطر این که فکر می کنیم که ما موفق تر از دیگران هستیم، که ما چقدر ثروت و دارایی خود را بیشتر از دیگران ساختیم. در واقع چی است؟ ما اگر از انصاف کار می گرفتیم، از عدالت کار می گرفتیم و آنهایی که کار و مصروفیت و مشغولیتشان در اختیار ما بود یا در وظیفهشان به ما مربوط بود، اگر با آنها حق آنها را طوره که شاید و باید ادا می کردیم، پول اجرت و مزد آنها را به اندازه کافی، به اندازه ارزش عرق جبین آنها به آنها می پرداختیم، در او صورت هرگز چنین نمی شد که ما آنقدر متمول شویم و آنها آنقدر غریب و بی‌بضاعت و فقیر شوند. طبعا اینجا مشکل ایجاد شده. مشکل همین است که ما انصاف نکردیم، عدالت نکردیم، به آنها پول را که مستحق آن بود ندادیم، پس ما پول ما زیاد شده. پس ضرورت به چی است؟ این پول که احتمالا هم در اثر این بی‌عدالتی هایی که مروج عام است در تجارت و معاملات، اینها را باید پس برگردانیم به مستحقین. اونجاست که ما با دادن این پول نقاب خود را، نقاب این که از همه متمول تر هستیم، این نقاب می ریزد. ما به جای خود می نشینیم. ما می دانیم که از دیگران تفاوت نداریم. اینجاست که ما پاک می شیم، تزکیه می شیم، چون زکات دادیم. و زکات دور کردن آن چیز از خود است که در واقع از خود نیست. شما فریب خوردین، نقاب را پوست روی خود می دانیم. مار چی می کند؟ مار همین حقیقت را درک می کند که این پوست دیگر از من نیست و او را به دور می اندازه. و هر بار که شما پوستتان را دور می اندازین، شما در واقع یک تولد دوباره می کنین. شما دوباره زنده می شین.
در یک صفا و خلوص تزکیه شده و پاک شده و صاف شده. پس مار چی بود؟ میتونیم به چندین گونه بر ابعاد نمادی مار در این کتب آسمانی بحث کنیم و این استثناءات نیست. ما میبینیم که حضرت سیدارتا بودا وقتی که به جنگل میره و اونجا نفس خود را پاک میسازد، از چی؟ از همه دارایی هایی که پدرش من حیث پادشاه سرزمینش به این شهزاده داده بود، از همه اینها خود را پاک می کند. و زمانی که پاک می کند و هویت هیچ بودن خود را درک می کند، حس می کند و می داند که هر آنچه که هست همین است که هست، نه آن چیزی که بود، در قصر و در قدرت و در همه دارایی ها و هستی ها از آن انکار می کند. اینجاست که چه چیز بالای سرش می آید؟ مار. مار می آید برای اینکه اینجاست که باران می بارد و مار کوبرا که سر خود را پهن می کند بالای سیدارتا سپر می شود، او را حمایت می کند، او را نگاه می کند. پس مار در دیانت بودایی هم ارزش بسزای دارد، البته ارزش سمبولیک، ارزش نمادی، زیرا در واقع ارزش، بهترین ارزش ها همین ارزش ها هستند. چون در سطح نمادی ما میتونیم از رای شناختن بهتر اسطوره ها به مفاهیم و معانی عمیق‌تر بفهمیم یا اقلا از آن گذر کنیم. مربوط به این است که بر قوه برداشت ما از تعابیر آنها تا چی حد است و ما تا چی حد میتونیم این مطالب را به وجه بهتر بدانیم. ما در اسطوره های دیگری هم از ادیان و مذاهب دیگر نماد مار را داریم، ولی در بعضی ها به شکل دیگر خطور می کنند. مثلا در از دیدگاه ثقافت چینایی مار آنها در واقع اژدهار است و این اژدها مادر زمین است، همه هستی بالای آن استوار است. پس اونجاست که به طور مثال یکی از برداشت هایی که ما داشتیم از آغاز قرن 20 در چین این بود که نمی گذاشتند که راه آهن بسازند در چین، که می گفتند این میخ هایی که به زمین می کوبند که خط آهن بسازند در پشت همان اژدهار می روند و باعث اذیت آن می شود. برداشت اولی طبعا این خرافات است که با همین تعبیر خرافات است، هیچ شک در آن نیست. ولی به تعبیر دیگر این نهفته در همان اسطوره هایی که احترام به مادر زمین است که به شکل که ما امروز در قرن 21 آن را می دانیم، ما مادر زمین را
مادر خود می دانیم، چون همه محیط ما، همه محیط زیست ما نه تنها که زاده از آن است بلکه پاینده بر آن است. ما از همین چهار عنصر اصلی که البته باز هم امید است کس انتقاد نگیرد، کیمیادان های امروزی ما، آب و خاک و آتش و آب، همه از زمین هستند، یعنی در کلیت همه عناصر از زمین هستند که برای ما حیات بخش هستند. و ما در این تعرضات که در قرن 21 بالای محیط زیست صورت میگیره و همه در این کوشش هستند که چگونه محیط زیست را آنچنان عیار بسازیم که به طبیعت احترام گذاشته باشیم. ما همین حالا در امریکا در ایالت داکوتا مردم به مظاهرات پرداختند که جلوگیری میکنند از غرس کردن یا ساختن راه‌های آهن که از کانادا به امریکا میآید. به خاطر چی؟ با آمان اعتراض که از 100 سال قبل چینایی ها می کردن. البته وجه سمبولیک دفاعشان منحصر به یک برداشت خاص فرهنگی یک جامعه خاص می کردن. ای که میخی این خط آهن در پشت اژدها می خورد یا نه مسئله از جداست، ولی در نهایت هر دو برای محیط، برای دفاع از محیط زیست خود اعتراض به آن می کردن. پس باز هم فرقی نداره میان هر دوی اینها. ما مثال های دیگری هم داریم، یا از مار یا از اژدها یا از حیوانات دیگری. در اکثر این فرهنگ ها و جامعه مختلف که باز هم تنها با برداشت درست از تعابیر که آگاهی نسبی یا کم و بیش از همان فرهنگ را داشته باشند و آنها آگاهی داشته باشند از این که این داستان ها و اسطوره هایی که ساختن از کجا و برای چی بودن، علی رغم این که می دانیم که اکثر این اسطوره ها به هیچ نوع منطقی به نظر نمی آید. اژدها در زمین نیست که میخ بر پشت آن کوبیده شود. ولی اگر ما فکر کنیم که زمین زنده است چون به ما زندگی می بخشد، زمین حیات است و حیات بخش، پس فرقی نمی کند که آیا از نگاه نمادی آن را اژدها بدانیم یا مار، یا هم نه اژدها بدانیم و نه مار، ولی برش احترام کنیم. زیرا اگر ما به محیط زیست خود احترام نمی کنیم، البته احترام تنها در سطح لفظی نه بلکه در سطح در ساحه عمل، به کارهای متوسل نشویم که باعث پدیده های ناهنجار مثل گلوبال وارمینگ یا اینکه یخهای بزرگ در قطبهای شمال و جنوب ذوب می شوند یا بحیره های بزرگ مثل آرال در بین ازبکستان و ترکمنستان می خشکند، یا دریاچه هایست که خشک می شوند و جنگل هایست که از بین می روند، اینها دوباره بر نمی گردند یا اقلا به این آسانی تا که ما انسان ها این حرص ثروت را
اقلا کنترل کردن نتانیم، که اگر کاملا برطرف کردن نتانیم باید محدودیت ها و تعذیرات بالای خود وضع کنیم که به این مادر زمین احترام گذاشته باشیم. مادر آسمانی هم داریم، ولی مادر زمین مادر ماست، چون حیات بخش است و هر چیزی که حیات ما را تضمین می کند جز از زمین از جای دیگر نمی آید. با آن سبب است که در اسطوره های مدنت های امریکا، مدنت های بومی امریکا، مایا، استک و دیگران، همه اینها خدایان، اینها خدایان زمین بودند. آنچنان که خدایان آسیا و افریقا و اروپا خدایان آسمانی بودند. یکی از درگیری های بین این دو ثقافت فقط و فقط در سوی تفاهم همین پدیده بود که مردمان از سرزمین های آسمان خدایی آمدند و بالای زمین های مردمان زمین خدایی تعرض کردند و این مردمان امریکا، مردمان بومی امریکا، برایشان نه تنها که توهین آور بود بلکه مضحک بود که اروپایی ها می آمدن و به هر جا بیرق بر می افراشتن و ادعا می کردن که این زمین، زمین ملکه و پادشاه انگلستان و اسپانیا و فرانسه و اینها و اونها هستن. برای مردم امریکا زمین، زمین خدا بود، زمین همه کس بود. امید است که سوالات که مطرح شد برایش جواب هایی داده باشیم که مورد قناعت شما دوستان قرار گرفته باشد. در برنامه بعدی بررسی عقاید دوست نهایت عزیزم آقای دکتر میرزا آقاسی در خدمت شما خواهد بود. شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز و شب خوش داشته باشید. که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، نخواهم عمر فانی را توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرخم را توی جانم به جان تو.